به نام خدا با سلام من ولیزاده هستم و این باعث افتخار منه که با یک مجموعه آموزشی دیگه در خدمت هستم این مجموعه آموزشی مربوط میشه به دوره CCNA و به طور اختصاصی فصل اول اون یعنی ICND1 که در ادامه براتون توضیح میدم خب دوره CCNA مربوط به کمپانی سیسکو هستش از سیسکو شروع کنیم ببینیم اصلا سیسکو چی هستش سیسکو یک کمپانی بسیار بزرگ و عظیمی هستش که متعلق به آمریکاست و این کمپانی در ابتدای کار با تولید تجهیزات شبکه مثل روتر و سویچ کارش شروع کرده و امروزه طیف وسیعی از محصولات شبکه چه از بابت تجهیزات سخت افزاری و چه از بابت نرم افزاری رو تهیه میکنه اسم سیسکو حالا اگه برگردیم به تاریخ چشم، از سان فرانسیسکو گرفته شده داستان از این قراره که اون تیم اولیه که میخواستن برند سیسکو رو ثبت کنن تو راه که حرکت میکردن و برن اون برند رو ثبت کنن پل گلدن گیت رو میبینن که این پل هستش که توی شکل میبینید از همین نماد این پل الهام گرفتن و لوگوی خودشون رو ساختن و بر همین اساس اولین لوگو اون که در سال 1985 بود به این صورت بود. به مرور زمان سالهای مختلف این لوگو تغییر کرد که آخرین لوگو که مشاهده میکنیم مربوط به سال 2006 هستش و این لوگو هستش که ما تو سایت سیسکو هم مشاهده میکنیم. محصولات کمپانی سیسکو بسیار متفاوت و متنوع هستش و برندهایی مثل سیسکو، لینکسیس و ساینتفیک اتلانتا مربوط به این کمپانی هستش ما برای اینکه بیشتر با کمپانی سیسکو و دوره های آموزشی اون آشنا بشیم توی گوگل میایم سرچ میکنیم سیسکو سرتیفیکیشن گواهی نامه های سیسکو رو با هم بررسی کنیم که به این سایت مراجعه میکنیم learningnetwork.cisco.com که وارد همچین صفحه میشیم توی این صفحه یک شمای کلی از سرتیفیکیت ها و گواهی نامه های این کمپانی وجود داره این کمپانی برای تجهیزات و نرم افزارهایی که تولید میکنه دوراهای آموزشی اختصاصی خودش رو برگزار میکنه تا کسانی که این تجهیزات رو خریداری میکنن با مشکل مواجه نشن و بتونن افراد خبره و کاربلد رو استخدام کنن تا از این تجهیزات به بهترین نحو استفاده کنن خب من اگر بخوام یک توضیح راجع به این چارت براتون بدم به این صورت هستش که ما دوره ها و سطح های مختلفی رو تو سیسکو داریم از انتری شروع میشه که فرض کنیم مثل کاردانی هستش اسوشییت هست مثل کارشناسی پروفشنال هست مثل کارشناسی ارشد و اکسپرت هست مثل دوره دکترا پس دوره سیسکو لول هاش به صورت انتری اسوشییت پروفشنال و اکسپرت هستش و طیف متنوعی از دوره ها رو داره دوره ای که در حال حاضر ما در اون قرار داریم این دوره هستش روتینگ and Switching که اولین لول اون که انتری هستش CCENT هستش این دو تا حرف اول که دو تا سی هستش مخفف سیسکو Certified هستش حالا ما تو انتری لولیم بعدیش میشه ای e. سیسکو Certified Entry حالا که تو ادامه میگیم سایر مواردم به چه معنی هستش پس این دوره که ما درونش هستیم دوره CCNT هستش که ما این دوره روتینگ سویچینگ رو اگه بخوایم تا انتها پیش بریم اول CCNT رو داریم بعد CCNA روتینگ اند سویچینگ رو داریم بعد دوره پروفشنال اون هستش که میشه CCNP روتینگ اند سویچینگ و در آخر دوره CCIE روتینگ اند سویچینگ میبینید که این دوره CCNT پیش نیاز بیشتر دوره ها هست مثل وایرلس سکیوریتی که این دوره رو باید بگذرن پیشنهاد ما این هستش که شما تو هر فیلد سیسکو میخوایم برین وایرلس سکیوریتی حتما حداقل حت تا دوره CCNA Routing and روتینگ اند رو بگذرونید و بعد حالا وارد وایرلس بشین یا سکیوریتی بشین و چه بهتر که تا سطح سی روتینگ اند رو بگذرونید و بعد وارد دوره دیگه بشین تا بهتر بتونید مسیر خودتون رو طی کنید که میبینید طیفی وسیع از دوره ها رو ما اینجا داریم که مشاهده میکنید اما دوره خودمون که CCNT هستش به چه صورته من اگه اینجا روی این کلیک کنم وارد صفحه جدیدی میشم که برای من توضیحاتی راجع به دوره CCNT نوشته خب همونطور که میبینید CCNT مخفف Cisco Certified Entry Networking Technician هستش یعنی شما رو به عنوان یک تکنسیان آموزش میده تا تو لول بعدی بشین در حد اسوشییت و یه لول بالاتر از اون پروفشنال و همینطور ادامه بدید پس فعلا ما تو قسمت اینتری هستیم و به صورت یک تکنسیان میخوایم آموزش ببینیم هر کدوم از آزمون ها حالا ما به کمپانی سیسکو کار نمیم توی دنیا ماکروسافت لینوکس هر برندی که برای خودش آزمون برگزار میکنه و نامه صادر میکنه یک اگزم نامبر داره که ما آزمون ها رو با این اگزم نامبر میشناسیم اگر کسی بخواد آزمون بین بده در حال حاضر که ورژن جدید CCNA CCNA ورژن 3 در واقع معرفی شده اگزم کد نامبر 100-105 هستش که بهش میگن ICND1 با این اگزم کد نامبر که همونطور که مشاهده میکنید هر آزمونی برای خودش یک سرفصل داره و قاعدتا اینم از این قاعده مستثنا نیست ما اگر اگزم تاپیک رو کلیک کنیم تو این قسمت میتونیم سرفصل های این دوره رو ببینیم که این دوره با یک ریویو و یه مقدار شاخ و دادن به نتورک پلاس شروع میشه که ببینید دقیقا همون چیزهایی هست که توی دوره نتورک پلاس تدریس میشه ما تمام سعیمون برای این هستش که تمام سرفصلایی که اینجا وجود داره رو تا حد امکان پوشش بدیم اما چون دوره ما تو دو تا فصل هستش فصل اول آیسیندی 1 و فصل بعدی که آیسیندی تو هستش بعضی از مطالب رو ممکنه از این دوره انتقال بدیم به اون دوره تا بتونیم بهتر برای شما مطلب رو جا بندازیم خب سرفصل های اینجا خیلی کامل تره واسه کسی هستش که آزمان بین المللیم میخواد بده و باید ریستنی چیزها رو بلد باشه خدمت عرض کردم که خب اولین سرفصلی که وجود داره نتورک فاندامنتالز هستش که معادل همون نتورک کلاسه ما قبلا این دوره رو توی فرادرس تایید و تدوین کردیم کافی شما اینجا جستجو کنید نتورک فاصل پلاس اینتر کنید در واقع میتونید این دوره رو پیدا کنید و اگر قبلا اون رو مشاهده نکردین و اطلاعاتی راجع به دوره نتورک پلاس نرید به عنوان پیش نیاز حتما باید شما این دوره رو گذرونده باشیم اگر دوره نتورک پلاس رو نگذروندین بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه با ادبیات من بیشتر آشنا بشین حتما این دوره رو تهیه کنید و مشاهده کنید به عنوان پیشنهاد و اگر قبلا دوره نتورک پلاس رو گذروندین یک ریویوی داشته باشین یک یادآوری کنیم تا ما بحث رو بتونیم با هم دیگه بهتر جلو برین البته من تو طول ویدیوهای مختلف دوره نتورک کلاس رو به نحوی برای شما ریویو خواهم کرد البته با شاخ و های بیشتر اما بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یک بکگراند ذهنی داشته باشین و بعد از اون در واقع این دوره رو بیاین شروع کنید خب اگر راجع به رزومه منم نیاز هست که بیشتر بدونید میتونید توی این قسمت کلیک کنید و اطلاعات بیشتری راجع به ها و گواهینامه های من هم مشاهده کنید اما بعد از دوره در واقع ICND1 از دوره CCNA ICND2 هستش. که طور که مشاهده میکنین ما اول دوره 105 رو میگذرانیم که ICND1 هستش و بعد از اون دوره 205 رو میگذرانیم تو فصل دوم که ICND2 هستش. پس ما اول این فصل رو با هم میگذرانیم به ما میرسونیم بعد یک فصل جدید شروع میکنیم با این اگزم code نامبر و ICND2 رو میگذرانیم زمانی که شما icnd وان و icnd تو رو بگذرونین شما کسی هستین که دوره CCNA رو سرتیفیکیشنش رو دریافت میکنید در واقع ICND 1 و 2 رو بگذرونید میاین تو این لول CCNA روتینگ اند سویچینگ این مدرک رو میگیرین شما میتونین به جای اینکه ICND 1 و 2 رو بگذرونین مستقیما برین اگزم کد نامبر 205 رو امتحان بدین اگر اطلاعاتتون کافی هستش درکی از شبکه دارین و در واقع مطالب اولیه سیسکو رو احساس میکنید بلدین بعد از اینکه یه مقدار تست زدین و دیدین که واقعا رو تست ها مسلط هستید میتونید مستقیما این دوره رو بگذرونین اما بهتون پیشنهاد میکنم حتما این دوتا دوره رو بگذرونین شما این دوره رو بگذرونین یه گواهینامه نامه میگیرین بعد از اینکه این دوره دوم رو بگذرونین گواهینامه CCNA رو بهتون میدن که بین هر کدوم اگزم کد نامبر خودش رو داره این دوره ها مدت اعتبارش سه ساله هستش مثل دوره دانشگاه است که شما 20 سال پیش یه مدرک لیسانسی بگیرین یه کارشناسی بگیرین از مثلا نرم افزار یا سخت افزار و 20 سال این مدرک در کنار شما باشه و فناوری همینجور تغییر کنه و شما هنوز مدرک تو متعلق به 20 سال پیش باشه توی دنیای شبکه به من سه سال هم خیلی مدت زیادیه اعتبار این سرتیفیکیشن چون دنیا داره لحظه‌ای تغییر میکنه و تکنولوژی ها داره همینجور تونتون به روز میشه اما خب سیسکو اینجوری در نظر گرفته که مدارکی که شما دریافت میکنین گواهینامه که دریافت میکنین تا سه سال اعتبار داره بعد از سه سال یا باید یه لول بالاتر رو امتحان بدین یا همون لولی که هستین رو امتحان بدین برای مثال شما الان اینجا CCNA سی ان ای دارین سه سال گذشته میرین CCNP امتحان میدین وقتی که این رو امتحان بدین و امتحانتون رو قبول شین این مدرکتون هم سه سال اتوماتیک تمدید خواهد شد و این مدرک جدیدتون هم سه سال اعتبار خواهد داشت درباره سرفصل ها و مطالبی که قرار تو این دوره بگذرانیم با هم قبلا صحبت کردیم به عنوان رفرنس من به شما این کتاب CCNT, CCNA, ICND1 رو معرفی میکنم که مورد تایید خود سیسکو هم هستم و متعلق به سایت سیسکو پرس دات کام هستش برخلاف اینکه خیلی فکر میکنن سایت سیسکو پرس دات کام متعلق به سیسکو است اینطور نیستش این سایت با کسب اجازه از کمپانی سیسکو کتاب هایی که مخصوص دورای سیسکو هست رو تهیه و تدوین میکنه و اونها رو به فروش میرسونه که ما الان ای بوک اون رو مشاهده میکنیم تمام سعی ما این هستش که سرفست های این کتاب رو با همدیگه پیش بریم و با همدیگه یک دوره کاملی رو داشته باشیم نوع آزمون سیسکو هم بخوام براتون توضیح بدم البته من تو یک ویدیو مجزا سعی میکنم انتهای این دوره راجع آزمون کاملا براتون صحبت کنم مثل کنکور حالا سراسری یا آزاد داخل ایران نیست که چهار گزینه باشه شما یه گزینه انتخاب کنید. آزمون آزمون بسیار سختیه بعضی از سوالها به این صورت هستش که چند گزینه ای هستش به شما میگن که مثلا از بین این پنج گزینه دو تا یا سه تا گزینه که صحیح هست رو انتخاب کنید و پاسخ بدین خب آزمون به صورت آنلاین هستش همون موقعی که شما آزمون رو بدین به شما بعد از اتمام آزمون نمرتون اعلام خواهد شد یه توضیح راجع به این عکس بدم که الان اینجا دیدین ببینید یه عرف اشتباهی افتاده که دوره سیسکو فقط متعلق به آقایون هستش و خانم ها معمولا جایگاهی تو این دوره ندارن که کاملا اشتباهه همونطور که توی سایت سیسکو هم بینید، تو جاهای مختلف میبینید که تصویر خانم ها رو استفاده کرده به عنوان کسایی که ادمین شبکه هستن تو شبکه موفق بودن این دوره نمیشه گفت صرفا یک دوره مخصوص آقایون هستش برخلاف اون که ما توی محیط کاری اینطوری میبینیم و بیشتر توی دیتا سنترها حالا به خاطر شرایط دیتا سنترها جوری هستش که مجبورن از آقایون استفاده کن اما این دوره کاملا دوره هستش که هم خانم ها میتونن تو شرکت کنن هم آقایون و هیچ منعی وجود نداره بابتش که حالا چون برند سیسکو هستش و این کار یک کار مردونه هست محیط دیتا سنتریه حتما باید آقایون توش باشن ما تو این دوره با نرم خیلی خوب و جالبی در کنار دوره ما آشنا میشیم با شبیه سیسکو پکت ریسر نرم افزار نرمافزار نرم افزار وایرشار که تک تک اینها رو سر جای خوش براتون توضیح میدم آشنا میشیم و ازشون استفاده خواهیم کرد مخاطبین این دوره چه کسانی میتونن باشن اینطوری خدمت رو عرض کنم که هیچ محدودیتی وجود نداره خیلی از دوستان هر روز از من میپرسن توی شبکه های اجتماعی جای مختلف اینکه ما رشتهمو مثلا صنایع است ما رشتهمون مکانیکه آیا میتونیم وارد دورهای شبکه بشیم سیسکو مایکروسافت لینوکس یا مثلا سر کلاس های خودم من همیشه سوال میپرسم که شما رشتهتون چیه باعث تعجبه که 50 60 درصد بچه ها اصلا رشتهشون کامپیوتر نیست و اونهایی که رشتهشون کامپیوتر نیست جالب اینه که موفق علتش این هستش که برای مثال کسی که رشتهش کامپیوتره توی دانشگاه یک سبک خاصی با یه مثال خیلی پیش پا افتاده بزنن مثلا لایه های OSI TCP پی آشنا شده اما میاد بیرون وقتی توی یک آموزشگاه یا یه دوره مثل دورایی که فرادرس وجود داره میاد مطالب رو جور دیگه یاد میگیره دوچار تداخل میشه ذهنش اینکه تو دانشگاه یه چیز دیگه بهش گفتن الان تو محیط عملی و محیط واقعی داره یه چیز دیگه رو درک میکنه اینجا دوچار تناقض میشه اما بچه‌ای که رشتهشون کامپیوتر نبوده مثلا صنایع بوده یا دیگه وقتی میرن دوره ها رو توی آموزشگاه یا توی سایت فرادرس به صورت مالتی مدیا میگذرونن ذهنشون فرشه آماده است واسه اینکه مطالب جدید رو درک کنن از این بابت نگران نباشین که شما حالا تون یه رشته غیر از کامپیوتر مخاطب در واقع این دوره آموزشی نیستید فقط تنها خواسته من این هستش که شما حتما باید دوره نتورک پلاس رو گذرانده باشین در آخر یک سوال خیلی اساسی که همیشه ازم پرسیده میشه این هستش که ما دانشگاه رفتن رو انتخاب کنیم یا گرفتن سرتیفیکیت ها یعنی این که ما بریم دوره های سیسکو رو مثلا همین CCNA routine switching از CCNT شروع کنیم همینجوری دورا رو بگذاریم تا سطح دکترا هم که CCIE هستش و یک سطح بسیار عالی هستش و افرادی که این دوره رو میگذرونن و سرتیفیکیشن این دوره رو میگیرن افراد بسیار قابل احترامی هستن و خب حقوق و مزایای خیلی خوبی هم دارن. ما چرا بریم دانشگاه مستقیم یه رتمپ برای خودم تعریف کنیم یه مسیر رو تو زندگیمون قرار بدیم بیایم این دوره رو همیشه ازم هم میپرسن نظر شما چیه دانشگاه رو ول کنیم یا اصلا دانشگاه نریم من خدمت این دست عزیزان میگم که اصلا این کارو نکنید مدرک دانشگاه یک ارزشه شما اگر مدرک دانشگاهی رو کسب نکنید خیلی از موقعیت ها رو خودتون میبندید برای مثال جاهای دولتی هستن که خیلی دیتا سنتر های خوب و کاملی دارن و به درد شما میخورن اینها زمانی که میخوان استخدام کنن یه حداقلهایی های قرار میدن مثلا میگن حداقل شما باید مدرک کارشناسی داشته باشین حالا شما هر چقدر هم لولتون بالا باشه برای خودتون محدودیت ایجاد کرده و خیلی جاها نمیتونید استخدام شید البته این نکته رو فراموش نکنیم که کسی که سطح CCI داره و به صورت تجربی به صورت خیلی کاملی مطالب رو بلده و روشون مسلطه اصلا ازش نمیپرسن که شما مدرک دانشگاهیتون چی هستش من خودم به شخصه توی جایی که کار میکنم تو شرکت های مختلف تا حالا ازم مدرک دانشگاهی نخواستن که بگن ها مثلا مدرک دانشگاهی تو برامون بیار همیشه سوال پرسیدش که شما چه سرتیفیکیشن هایی دارین چه دوره هایی و چی بلدین ببین شما اگه 100 تا از این سرتیفیکیشن ها هم داشته باشین تو محیط کاری موقعی که یه ترابل بر بخونی یه مشکلی ایجاد بشه این مدرک ها به درد شما نمیخوره این تجربه کاری که به درد شما میخوره برای همین شما هر جمع بریم واسه مصاحبه بعد از اینکه مدرکاتونو بزنن رو بزن میز میگن حالا رو بزنن یه گوشه ازتون آزمون عملی میگیرن تئوری هم حتی ازتون نمیپرسن به صورت عملی ازتون کار میخوان ببینن چی بلد هستین پس من نظرم اینه که شما دانشکارم حتما برین برای کسی که میخوان تصمیم بگیرن در کنارش دوره های سیسکو رو هم بگذرانید که حالا با یه برنامه ریزی میتونید دوره های مختلف سیسکو رو در واقع بگذرانید خب راجع به مطالبی که مربوط به آزمون هستش و سرفصل ها توی ویدیو من خیلی براتون صحبت میکنم از این بابت نگران نداشته باشید این ویدیو که براتون ضبط شده صرفا یک آشنایی خیلی کلی هستش راجع به این دوره که داخلش هستیم و میخوام ذهن شما رو آماده کنم تا با همدیگه وارد دنیای بزرگ سیسکو بشیم و یه سهمی تو این دنیای بزرگ داشته باشیم خب ما تو ویدیو قبلی اومدیم به صورت خیلی کلی با سیسکو آشنا شدیم تو این ویدیو قصد دارم شما رو با پیشنیازهای نرمافزاری این دوره آشنا کنم و خدمت رو ارز کنم که ما چه نرمافزارهایی رو برای این دوره نیاز داریم قبلش یک مقدمه خدمتون عرض کنم برای اینکه شما وارد دنیای بزرگ شبکه های کامپیوتری و به صورت اختصاصی سیسکو بشین نیاز هست با تجهیزات این کمپانی کار کنید آموزش هایی که به شما داده میشه رو نیاز هست بر روی این تجهیزات به این اعمال کنین کامندایی که وجود داره دستوراتی که بهتون گفته میشه کلا کار با این دستگاه رو یاد بگیرید خب برای کسی که اول کار هست دسترسی داشتن به این دستگاه و دیوایس ها بسیار دشواره. این دستگاه و دیوایسها ها معمولا تو جای حرفه پیدا میشن و تو جای حرفه هم به شما اجازه نمیدن به عنوان یه مبتدی بریم به این دستگاه و دیوایسها دست بزنید و کارهای تستی خودتون رو انجام بدید چون شبکهشون داره کار میکنه و دوست ندارن شبکهشون دچار قطعی بشه برای همین شما نیاز هستش که یک محیط آزمایشگاهی که اصطلاحا بهش میگیم لب شما اجاره کنید که حالا میتونید از مراکز مختلف این لب رو اجاره کنید که هزینهش بسیار بالاه و برای شما که ابتدای کار هستین تو دوره CCNA و در واقع ICND1 اصلا نیاز نیست که به این زودی شما سمت این قضیه برید راه بعدیش اینه که اصلا بگین من میخوام برای محیط منزل یه لب یک محیط آزمایشگاهی مثل این جمعوری کنم و خودم دستگاه و تجهیزاتم داشته باشم خب اگر مشکل مالی ندارید این کار رو میتونید انجام بدید اما بازم واسه ICND1 زود هستش بهتره یه خورده پیش برین درکتون از شبکه بالاتر بره برای دورای بالاتر مثل CCNP این کار رو انجام بدین تا درک بهتری داشته باشین که مثلا من چه روتری نیاز دارم چه سویچی نیاز دارم آیا سویچ هم سویچ لایه دو باشه سویچ لایه سه باشه این سوالایی که بعدا از خودتون میپرسیم و الان زوده پس الان که ما دسترسی به این تجهیزات نداریم اون چیزهایی که یاد میگیریم رو به چه صورت در واقع روشون کار کنیم و بهتر مطالب رو درک کنیم خب اگر برگردیم به ده سال 15 سال پیش نرم افزارهایی نبودن که این دستگاه و دیوایس ها رو برای ما شبیه سازی کنن من خودم یادم میاد دورای ماکروسافت ویندوز سرور 2003 رو که میگذروندیم خیلی چیزهایی که به ما گفته میشد رو تجسم میکردیم نرم افزار ام وی ام وجود نداشت یا هایپر وی وجود نداشت چیزهای مختلف در دسترس نبود که ما این دانشش رو داشته باشیم که بتونیم تو محیط شبیه سازی شده تو محیط آزمایشگاهی مطالب رو درک کنیم اما امروزه به لطف وجود نرم افزارهای شبیه ساز ما میتونیم بدون نیاز به این دستگاه و دیوایس ها تمام مواردی که یاد میگیریم رو انجام بدیم ما توی شبکه دو دسته نرم افزار داریم سیمولیتور ها و امولیتور ها ها همون شبیه ساز ها هستن که میان برای ما شبیه سازی میکنن توی سیمولیتور قرار نیست که همه چیز دقیقا مثل نسخه اصلی اجرا بشه و یه جور شبیه سازی از نسخه واقعی هستش یه مثال براتون بزنم الان تو این عکس این پسر بچه رو نگاه کنید این پسر بچه تو یک محیط شبیه ساز داره یک هواپیما رو هدایت میکنه اما آیا بعد از اینکه این, این هواپیما رو هدایت کرد این اجازه بهش داده میشه که یک هواپیما تو دنیای واقعی هدایت کنه آیا ترس و استرس این پسر بچه میریزه برای اینکه بتونه یک هواپیما تو دنیای واقعی هدایت کنه آیا چالش هایی که وجود داره از دست دادن یک موتور هواپیما سقوط کردن هواپیما شرایط نامساعد جوی رو میتونه توی محیط شبیه ساز درک کنه قطعا اینطور نیست اما خب خیلی تجربه خوبی هستش که میتونه داشته باشه برای هدایت یک هواپیما و خیلی از نکات آموزشی رو هم میتونه اینجا درک کنه برای شروع کار خب میبینه که یک در واقع تجهیزاتی که یک خلبان ازش استفاده از میکنه رو به صورت حداقلی در اختیارش گذاشتن که یه درکی داشته باشه از هدایت یک هواپیما توی دنیای بزرگ شبکه نرم سیسکو پکت تریسر این نرم افزار که در ادامه براتون صحبت میکنیم کار شبیه ساز رو با ما انجام میده دقیقا مثل نسخه اصلی نیست ولی از لحاظ آموزشی بسیار بسیار نرم افزار مفیدیه اصلا پیشنهاد خود سیسکو هستش و این نرم افزار یعنی سیسکو پکت تریسر تا میتونم بگم 90 95 درصد سرفصلا رو قشنگ پوشش میده حالا یه 5 درصد میمونه که, به می به که می بهتون میگم به چه صورت باید عمل کنیم اما اگر نیاز باشه که ما استرسون بریزه دو روز دیگه میخوایم بریم با دیوایس واقعی کار کنیم تجربه بهتری داشته باشیم به چه صورت عمل کنیم بازم یه مثال براتون بزنم الان این خلبان قرار در آینده یک هواپیما رو هدایت کنه میان یک کابین براش مهیا میکنن دقیقا مثل کابین هواپیما و تمام چالش هایی که پیش رو داره براش در واقع پیاده سازی میکنن در واقع این محیط یک محیط امولیتور هستش امولیتور تقلید همه چیز از نسخه واقعیش هستش قراره تا جای ممکن همه چیز مثل نسخه اصلیش وجود داشته باشه مثلا شرط نامساعد جوی از دست دادن یکی از موتورها و شرایط مختلف این آقا در مقابل این پسر بچه تجربه بهتری کسب میکنه و ترسش از استفاده از هواپیما تو دنیای واقعی ریخته میشه و میتونه یک هواپیما رو تو دنیای واقعی هدایت کنه توی دنیای بزرگ شبکه کامپیوتری نرم افزارهای امولیتور ما زیاد داریم اما یکی از اونها مثلا جنستری هستش البته در رابطه شبیه ساز هم همینطور هستش ما شبیه های زیادی داریم داریم مثال میزنیم نرم افزار را و اونی که مفیدتر هست و قرار ازش استفاده کنیم را میبریم ما توی دنیای شبکه های کامپیوتری نرم افزار جنستری رو, رو یک امولیتور میدونیم معادله همین شکلی که میبینید البته این نکته خدمت را عرض بکنم که امروزه ما دیگه دعوا نداریم سر اینکه این نرمافزار افزار این نرم, افزار این نرم افزار امولیتوره نرم ها اومدن ترکیبی از سیمولیتور و امولیتور شدن خود همین پکت تریسر تو ورژن آخرش خیلی از موارد امولیتور رو اومده گنجونده یا همین در واقع جینستری تو شما میتونین موارد شبیه سازی هم داشته باشین به صورت سیمولیتور ذهنتون درگیر نشه که من هی میگم سیمولیتور امولیتور اینا چی هستن اصلا ذهنتون رو درگیر نکنه تمام سعی ما این هستش که حالا که به هر دلیلی نمیتونیم این تجهیزات رو داشته باشیم یه جور اون رو تو محیط خونهمون پیاده سازی کنیم و اون چیزهایی که با هم یاد میگیریم رو تو اون محیط شبیه سازی ازش استفاده کنیم خب پس ما دو تا آپشن برای خودمون قرار دادیم پکت تریسر جی ان های دیگه هم وجود داره مثل یو ال که خیلی امروزه سر صدا کرده برای سطوح بالاتر هست CCMP و CCIE برای این دوره CCNA زیاد مناسب نیست من مجدد اسمش رو میگم UNL نت سیم رو داریم که اونم یه جور شبیه ساز هستش من علت این که این موارد رو براتون نمی نویسم این هستش که در ادامه باش سر و کار نداریم ولی اگر میخواین در واقع یک جستجویی داشته باشین ما UNL رو داریم حالا نمی‌دونم دقیقا منو تو سایتش هدایت کنه یا نه حالا اینجا هم نتورک سیمولیتور رو برده هم موارد دیگه که میبینید این هم سایتش هستش که به چه صورت هستش ما الان با این کار نمیخوایم بکنیم برای دورهای بالاتر هستش اما خب آشنا بودن باهاش خالی از لطف نیست برای دورهای بالاتر میبینید اینجا مثلا نوشته رک CCIE رو در واقع اینجا باش اجرا کرده یا نرم افزاری مثل نت سیم رو داریم که الان اینجا مورد بحث ما نیست پس اینجا ما میخوایم با نرم افزار پکت و جینستری آشنا بشیم بیشتر فوکوس ما تو این دوره سعی میکنیم تو جینستری باشه چون جنبه آموزشی داره و من خیلی از نکات رو میتونم به صورت انیمیشنوار بهتون نشون بدم خب ما این پکت رو از کجا دانلود کنیم اگر می‌خویم پکت ترسر دانلود بفرمایید باید وارد سایت نت آکادمی بشین به این آدرسی که مشاهده میکنی حتما باید تو این سایت خودتون رو رجیستر کنید برای دانلود پکت ترسه باید به این آدرس مراجعه کنید و تو این سایت خودتون رو رجیستر کنید برای مثال اینجا میبینید که پکت ترسه برای ویندوز و لینوکس رو به زبان انگلیسی اینجا میتونید دانلود کنید که حتما باید خودتون رجیستر کنید کنید برای موبایل هم نسخه موبایلی داره نکته جالب که اینجا هست پکت ترس نسخه برای سی سامل مک او اس نداره برای سی سامل مک نداره برای همین شما فقط میتونید روی ویندوز و لینوکس ازش استفاده کنید که من بخوام فرایند رجیستر رو بزنم اینجا یه رجیستری میکنم و شما حتما باید یه بار به این سایت سر بزنید اینجا ساین باید بکنید یوزر نیم و پسورد ما نیاز داریم در ادامه و خدمتتون عرض میکنم برای چی پس ما تو این سایت حتما یه بار سر میزنیم و یه رجیستر دا خواهیم داشت بعد از اینکه رجیستر کردیم حالا نرم افزار در اختیارتون قرار دادیم میشه دانلود میکنیم ما قرار با نرم افزار سر ورژن 7 کار کنیم تو ورژن های قبل از 7 ورژن 6 شما نیاز نبود بعد از اینکه نرم افزار نصب کردین نصبش هم خیلی آسونه یعنی اصلا تو شبکه میگی نکس نکس زدن بعد از اینکه نصب میکردین مستقیما محیط نرم افزار براتون باز میشد اما تو ورژن 7 اون برای شما اینجا اتنتیکیشن میاد و شما نیاز از یوزر و پسورد وارد کنید و لاگین کنید و بعد وارد محیط نرم افزار بشین که من تو ویدیوهای بعدی محیط نرم افزار بهتون نشون میدم اما این پایین دو تا گزینه در واقع یوزر لاگین و گست لاگین داره که حالا پشت این محیط تسکبار من پنهان شده که من این رو تکون بدم میتونین ببینید چون صفحه نمایش من رزولوشنش بالا و من به خاطر ضبط ویدیو رزولوشن آوردم پایین یه مقدار دیتکت نکرده اون پایین می‌بینید گزینه یوزر لاگین و گست لاگین اگر گست لاگین رو بزنید میتونید وارد محیط نرم افزار بشین اما محدودیت های خاص خودش رو خواهد داشت و شما همه چیز رو نمیتونید استفاده کنید که بهتون پیشنهاد میکنم البته پیشنهاد کنید حتما باید این کار رو بکنید که رجیستر کنید بعد اینکه رجیستر کردین اینجا ایمیل و پسورد رو میزنید لاگی میزنید و وارد محیط نرم افزار میشین خب این از نرم افزار سیسکو پکت ترسر که ما در ادامه خیلی باهاش کار داریم نرم افزار بعدی جینستری عزیز هستش این نرم افزار خیلی نرم افزار خوبیه برای دانلود نرم افزار جینستری به سایت جینستری.com مراجعه میکنیم که من آدرسش رو براتون بزنم وقتی که وارد سایت جینستری بشین خودش فری دانلود گذاشته اما این دانلودی که اینجا گذاشته ورژن قدیمی نرم افزار هستش که ورژن یک نیم هستش ما ورژن دو رو میخوایم که جدیدترین ورژن جینستری هستش برای این کار میریم توی کامیونیتی این صفحه باز میشه من دیگه اینا رو کلیک نمیکنم که زمانم گرفته بشه توی کلیک میکنم همچین صفحه باز میشه اینجا جنستری ورژن دو RC4 RC مخفف Release کندیدیت هستش یعنی دیگه نسخه های فاینال ورژن دو داره میاد دانلود میکنید خیلی جالبه براتون اینو بگم که این چند ساعته اومده من خودم الان Release کندیدیت سه رو نصب کردم و حتما بعد از اینکه این ویدیو نصب کردم باید آپدیتش کنم به ریلیس کندیدیت چهار میم روی این کلیک میکنیم و وارد همچین صفحه ای میشیم یکی از دلایلی که میگم حتما به سایت های مستر و مادر هر نرم افزار سر بزنید همین هستش الان مثلا نسخه جدید نرم افزار اومده خود نرم افزار به من ناتیفیکیشن نداد که آپدیت کنم و من حالا این محیط رو دیدم و تونستم متوجه بشم روی این صفحه کلیک میکنید و وارد همچین صفحه‌ای میشیم این نکته هم خدمت عرض کنم که سایت جینستری و سیسکو و اصلا هومپیج گوگل کرومتون بکنید یا فایرفاکستون بکنید و هر دفعه بروزرتون باز می‌کنید این دو تا سایت رو مرتب هی ببینید اصلا هیچ اشکالی نداره به عنوان هوم وجود داشته باشه خب وقتی که کلیک کردم روی این گزینه وارد صفحه جدیدی میشم که اینجا به من راهنمایی کرده که برای لینوکس باید به چه صورت عمل کنم برای ویندوز و مک او اس باید به چه صورت عمل کنم که من اینجا گزینه دانلود رو میزنم و همچین صفحه باز میشه تو این صفحه یه خورده که بیایم پایین من جین ورژن 2 rc 4 رو میبینم شاید موقعی که شما این ویدیو رو میبینید ورژن های جدیدترش باشه که آخرین ورژنش رو دانلود کنید هیچ فرقی نمیکنه من به این نیاز دارم و جین استری وی ام وی دقیقا همون ورژن ورژن های دیگه وجود داره برای ویچوال باکس و موارد دیگه که من پیشنهاد میکنم حتما از وی استفاده کنید و در ادامه براتون توضیحات رو میدم اگر شما ویدیوهای زبان اصلی نگاه کنید میبینید معمولا از ویرچوال باکس استفاده میکنن ویرچوال باکس چون فری هستش و محصول کمپانی اوراکل هستش و خارج از ایران برای اینکه قدرت خرید این رو ندارن که برن نرم افزار وی رو پول بدن بخرن میان از ویرچوال باکس استفاده میکنن برای همین تو شما تو ویدیوهای زبان اصلی کمتر میبینید که از ویم وی استفاده کن اما نرم افزار جنستری که در ادامه براتون توضیح خواهم داد با وی خیلی کامپتیبل تر هستش هماهنگ تر هستش و حتما ما با این کار پس این و این مورد رو باید دانلود کنیم خب این دوتا رو دانلود میکنیم من اینجا ذخیرهشون کردم یعنی این هستش جنس ورژن دو حالا مال من تیری هستش ریلیس کاندیدیت سه هستش اونجا ورژن جدیدترش بود و این یکی جنس قبل از اینکه راجع به این دو براتون صحبت کنم نیاز شما نرم افزار در واقع وی ام ور رو نصب کنید نصب این نرم بسیار ساده است برای شما که یه دوره نتورک پلاس رو گذرانده دیگه نصب این نصب این نرم افزار کاری نداره نکس, نکس زدنه پس تا اینجا کار ما یه دونه پکت ترسه نصب کردیم یه وی ام ور نصب کردیم حالا میایم جی رو نصب کنیم من جی رو قبلا نصب کردم دیگه مجددا نصبش نمیکنم فقط بازش میکنم که شما ببینید موقعی که میرین تو فرایند نصب اینجا یه سری چک مارک بهتون نشون میده که حالا مثلا وین پیکاپ برای این هستش که ما ترافیک های کارت شبکهمون و حالا موارد دیگه مثل حتی کابل یو اس بی درگاه یو اس رو کپچر کنیم مانیتور کنیم که تو جای خودش راجبش صحبت میکنم نرم افزار بسیار مفید وایر شارک رو اینجا داریم که یه چیزی ها اینجا خدمت عرض کنم مثلا اینجا وایر شارک 2.2.1 دو مویز دو, مویز دو مویز یک رو گذاشته معمولا پکت ترسه آخرین ورژن های یک نرم قرار نمیده اینو براتون روشن کنم که شما دارین جن اس 3 نصب اما یه بسته آلیم این وان اینجا هم براتون نوشته آلیم وان یعنی تنها جن رو نصب نمیکنین یه سری موارد یه سری نرم افزار دیگه هم دارین نصب میکنین که اینجا میبینین هر کدوم میخواین میتونین چک مارکش رو بردارین اما بهتون توصیه میکنم که مواردی که بهتون میگم حتما چک مارکش باشه خب این نسخه جدید وین پیکاپ هستش که برای ایپ هایی که وجود داشته مخصوصا تو ویندوز 10 گذاشتن که نیاز نیست نصب کنید بهش احتیاجتون نمیشه اما اگه دوست داشتین چک مارکشو رو بزنید کنید هیچ مشکلی نداره من الان قصد نرم وارد جزئیات تک تک این بشم که کارشون چیه فقط دارم سرسری ازشون میگذرم خب سولار وینز ریسپانس رو داریم که من نمیخوامش الان داینامیکس رو داریم کیو امولیتور رو داریم که برای این هست اینم تیکشون میذارم باشه برای این هستش که مواردی که لینوکس بیس هست رو ما بتونیم روی سیستم ویندوزمون رو اجرا کنیم که میگم این خودش یک دوره آموزشی هستش جنستری و من قصد ندارم الان وارد جزئیاتش بشم وی پی سی رو داریم که میاد کامپیوترهایی که ما داریم مثل ویندوز 10 7 در واقع لینوکس حالا از خوانده لینوکس اوبونتو یا سنتو رو میاد یک کلاینت خیلی سبک رو برامون پیاده سازی میکنه سی پی لیمیت رو داریم که اجازه نمیده این کیو از یه حدی از منابع سخت افزاری ما بیشتر استفاده کنه و باعث بشه سیستم ما فریز بشه تازه رسیدیم به خود جینستیری یعنی اینا همه نرم بودن که امراش بود خود نرم افزار داریم و وی ان سی داریم که برای واسه به دستگاهی هستش که میخوایم به صورت گرافیکال محیطش رو ببینیم که راجع به اینا همه توضیح میدم الان فقط نصب بشه خب جنس پکت رو وی ام چیزی نداشت ولی جنستری نصبش یه مقدار در واقع توضیحات داره تمام این موارد وجود داره بجز وایر شارک الان من نکس بزنم وایر شارک رو میره از سایتش دانلود میکنه اول و بعد از اون نصب میکنه وقتی که وایر شارک رو نصب کرد میره سایر موارد رو نصب میکنه الان این موارد وجود داره تو این دانلودی که من کردم اما وایر وجود نداره که شما نکس میزنید وایر دانلود میشه و سایر مواردش اصلا در چیزی نداره آخر کارم میگه که میخوای یه فری لایسنس بدم از سولار که دکمه نو رو بزنین و فینیش بزنین این که اینقدر داره دور سولار وینز میچرخه جنستری هواشو داره این هستش که اصلا اسپانسر جنستری سولار وینز هستش چون میدیم جنستری اوپن سورس هستش رایگان هستش و برای اینکه بتونه کسب درآمد کنه دست به دامن سولار وینز و تازگی یکی دو ساله وی ام ور شده و به شدت تو سایتش توصیه میکنه که حتما بیاین از وی ام ور استفاده کنید حالا بگذاریم از این مسئله هاشی اینو نکس میزنم و نصب میکنم که من اینجا کنسلش میکنم پس من یه نرفسار پکت ترسه نصب کردم یه نرفسار جینس و یک ویم ویر یه چیز دیگه ما دانلود کردیم جینس ویم این چیه؟ برای اینکه جینس بهترین پرفورمنس رو داشته باشه یه فایلی همراهش قرار داده میشه که من اینو از حالت فشرده در میارم از این پوشه این رو نیاز هست که توی نرمافزار ویمور من باز کنم خیلی راحت راست کلیک اوپن وید وی ام ور. اینجا همه چیز رو میذارم دیفالت باشه ایمپورت میکنم به همین سادگی هیچ در واقع کار سختی رو من انجام ندادم که میاد توی این لیست من اضافه میشه با یه تنظیمات دیفالت که این تنظیمات رو الان نیاز نیست من تغییر بدم میرم توی جنسی نشون میدم که به چه صورت تغییر بدیم این نکته خدمت عرض کنم که برای استفاده از نرم افزار پکت نیاز دیست منابع سخت افزاری قوی داشته باشین. این سخت افزار سبک هم کار شما را میزه اما برای جنستری شما یک سخت افزار مناسبی داشته باشین. دیگه حداقل 4 گیگرم که الان دیگه رو هر سیستم پیدا میشه ولی بهتر اینه که 8 گیگرم داشته باشین. سی پی تون دیگه کورای 5 باشه حتما که بتونیم بالاترین پرفورمنس رو داشته باشین. سعی کنید حافظه دستگاهتون از نوع SSD باشه یعنی هارد دستگاهتون رو خارج کنید و حافظه SSD بذارید که حالا من در ادامه اگه وقت شد راجع به موارد براتون بیشتر صحبت کنم هم اینا همه به خاطر اینکه شما پرفورمنس بالاتر بشین حالا مثلا همین لپتاپ من 16 گیگ رم روشه کورای 7 و یه حافظه SSD هم هستش که من سیستم بهترین پرفورمنس داشته باشه خب این الان ایمپورت شد من هیچ کاری نکردم اصلا میبندمش برای اینکه در واقع شما ادامه فرایند رو ببینید خب میام نرم افزار جینستری خودم رو باز میکنم این نرم افزار جینستری من هستش که ابتدای کار یک سری سلوشن ها در اختیار من میذاره که این کارو کن اون کارو کن که من فعلا این رو کنسل میکنم میام توی تنظیماتش حالا وای میسم که به لوکال هست من وصل بشه الان لپتاپ من رو تشخیص داد میام اینجا تو ادیت پرفرنسز ما داریم خیلی خلاصه وار با نرم افزار جنسی آشنا میشیم جنسی خیلی مباحث داره توی قسمت جنسی وی این اینیبل جنسی رو میزنم که با وی ام ور من خودش مچ کنه و ارتباط برقرار کنه الان اوکی رو که بزنم وی ام ور من اتوماتیک خودش میاد بالا خودش ران میشه بدون که من کاری کرده باشم با هم ببینیم دیدین نرم افزار من بدونین که من کاری کرده باشم خودش لانچ شد خودش اومد بالا این رو هم اوکی میزنم این نکته هم فراموش کردم خدمتتون بگم که حتما سی پی سیستم شما باید قابلیت وی تی رو ساپورت کنه که اینو میتونید تو تنظیمات بایوستون اول که سیستمتون بیاد بالا مشاهده کنید معمولا اگه ساپورت نکنه اینجا ارور میده که شما تنظیمات وی تی رو ساپورت نمیکنید میگم راجع وی ام و رو جنسی صحبت کردن خیلی زیاده و تو حوصله این بحث ما